فیلم شما آقای علامه‌زاده نقش زنان سیاسی بارستر بود، این کاملا تصادفی بود یا اینکه از قبل شما به این مسئله بیشتر می‌خواستید بپردازید؟ من آگاهانه این کار کردم، پیداست دیگه، هم زن زندانی و هم دختر تو این فیلم مرکز قصه هستن. میدونید خاطرات زندان انقدری که در آمده، اونایی که مربوط به خانمایی بودن که تو زندان بودن یا خودشون بچه داشتن یا با زندانیای بچه دار بودن، کتاباشون واقعا تکوندنده است. چیزای نکات ظریفی رو بدون بغض و کینه هم تو که شما تو مقدمه گفتید در کتاباشون میبینید که از وضعیت بچه ها تو زندان ها میگن. من قسمت هایی که در واقع تخیلیه تو این فیلم و قصه واره است که نوشتم، خود اونم بنیادش تماما بر مبنای واقعیته. یعنی همه حرفایی که زده شده، مثلا تو همون قسمتی که سکانسی که تو راجع به بچه ها تو زندان ها گفته میشه، تمام این از کتاب های مختلف، حالا من حضور ذهن ندارم اسم ببرم، از کتاب های مختلف زنان زندانی که در جمهوری اسلامی زندان بودن و بچه داشتن یا با بچه ها زندان بودن اومده. سیفون کشیدن، نمیدونم پنجره نگاه کردن بیرون تو تشت، اینا تماما واقعیت. ولی خب معلومه من اینو از زبون کاراکتری که خودم درست کرده بودم گفتم، ولی آگاهانه از اون استفاده شده. سوالی دیگه یا اظهار نظر؟ اجازه بس، من خوشحالم که خیلی چیز نیست. اینو بگم، کبرا جان گفتن که بار دوم بود فیلم دیدن اذیت شدن، مجسم بکنید وضعیت خود من رو. واقعا ساختن این فیلم ها یه طرف اینجور فیلم ها، نمیدونم، سینما همش این نیست، سینما خیلی وسیع تر از این قضیه هست. حالا من به قول این کاراکتر فیلم، خوشبختانه یا متاسفانه، همه کارهای سینمایی تو همین قسمت محدودی از بخشی از سینما به معنای عامش متمرکز شده. چه موقع نوشتن این قضایا، تحقیق و جستجو و پیدا کردن افراد، چه موقع فیلم برداریش و مونتاژش و معمولاً که همه کارا رو باید خودمون بکنیم، و بعد از اینا در تاکتر موقع نمایشش. واقعا من واقعا هر دفعه که برنامه نمایشی فیلم هست در وضع روحی خوبی نیستم، چون چیزی که اتفاق میفته تو سالن اتفاق میفته عملا با حضور تماشاچی. فیلم نه این چیزی که روی پرده است به قول آیزنشتاین، نه اون است که روی نوار سلولویده یا اینجا حالا روی سی دیه. سینما هیچ کدوم این دوتا نیست، سینما اون چیزی که اینجا خلق میشه هر بار دوباره. و فکر میکنم بزرگترین تنبیهی که کارگردانی مثل من میشه این است که مجبوره هی بیاد به جمع جدیدی دوباره تو اون فضا قرار بگیره و به خاطر نفس تماشاگر و حسی که تماشاگر اضافه میکنه به فیلم، خودش دوباره تحت تاثیر قرار بگیره. بنابراین من خیلی خوشحالم که شما سوال ندارین و من اجازه دارم که زودتر برم بشینم سر جام. واقعا بسیار ممنون از آقای علامه‌زاده. البته فکر میکنم بقیه هم مثل من که بار اول توی دنهاخ فیلم رو دیدم. ببخشید آقای علامه‌زاده، اگر اجازه بدین، مثل این که اظهار نظر دارم. من خودم وقتی به سال 67 فکر میکنم، هنوز که هنوزه ازش تسلی پیدا نکردم. آیا فکر میکنین شما این فیلم زیبا رو ساختین؟ فکر میکنین میشه در جایی از اروپا یه بنای یادبود به یاد تمام قربانیان سال 67 ایجاد کرد؟ شاید فکر میکنم ابزاری باشه برای اینکه کمی از اندوه ما
درباره کشتار این سال کمتر بشه. بله ممکنه، به هر حال پیشنهاد جالبیه، من بهش فکر نکرده بودم حقیقتش، ولی چرا که نه، فکر میکنم پیشنهاد جالبیه. یه جایی مثل دادگاه لاهه آدم بتونه همچی کاری بکنه، چیزی بذاره. آقای علامه‌زاده سلام، من رها هستم. فقط میخواستم بی نهایت تشکر کنم برای فیلم خیلی تاثیرگذارتون. من فیلم های زیادی دیدم از دهه 60 و به نظرم این یکی از با احساس ترین هاست و به نقش زن در اون اشاره شد، ولی فکر میکنم جز معدود فیلم هایم هست که نقش نسل جوانم توش خیلی برجسته است و پرسشایی که نینا تو طول فیلم از آذر میکنه و بعد اون شخصیت خیالی تمامش نشون میده که این داستان ادامه داره و اون حقیقت از سوی نسل جوانم طلب میشه که واقعا ارزشمنده به این نکته اشاره بشه و یه تشویقی هم باشه برای نسل جوان که بیشتر به اون تاریخچه بپردازه و به نظرم از این جهت هم کار فوق‌العاده ارزشمندی کردین و ازتون ممنونم. متشکرم عزیزم. دقیقا اینم واقعا از اول برنامه هم بود، یعنی فیلم روی سخنش با جوان هاست، پیداست که این دخترهای جوانو انتخاب کردم گذاشتم و بعد قصه یه زن جوان داره میگه و خطاب به بچهش میگه، حالا گیرم بچه تخیلیش، به بچهش میگه و به اون میخواد توضیح بده، در واقع نوعی احساس مسئولیت جمعی روشن فکران ایران رو که خب منم در کنارشون بودم و پاسخی که باید به این نسل داد، چون این نسل خواهی نخواهی به نظر من به حق بخشی از مسئولیت اون چی که امروز در ایران به سر این نسل جوان داره میاد به گردن ما میذاره. بحث فردی نیست، اینکه یک آدم به خصوص یا کار به خصوصی کرده بتونه دفاع کنه که نکرده، نگفته یا بشدن محکومش کنه که کرده. به عنوان موجود اجتماعی مسئولیت اجتماعی ما داریم، به هر حال هر یک از ما به عنوان یک انسان متعلق به یک بخشی از جامعه مجبور اون چیزی در اون بخش از جامعه اتفاق میفته احساس مسئولیت باید بکنیم. حقیقت این است که دقیقا من هدف از ساختن این فیلم در درجه اول این بود که از زبون یه روشنفکر به جوان توضیح بدم، توجیه نکنم و بگم پرسششون رو میفهمم، شاید در این حالت اونا هم یه ذره وضع مارم بفهمن که تو چه موقعیتی قرار گرفته بودی. چون عدم اعتراف به این اشتباهات و بیدقتی ها هیچ کمکی نمی کنه برای نجات یا فرار از مسئولیت، بلکه برعکس تبدیل می کنه آدم رو به یه آدمی که هم اشتباه کرده هم دروغ میگه. فکر کردم اگه اشتباه کردیم حداقل راستگو باشیم و تو این فیلم واقعا هدف این بود، فقط نوجوانای این نسل بودن، حالا تو ایران تو شرایط که به هر حال دسترسی ندارن، هر تلویزیون فیلم پخش شده ولی خب نمیبینم، ولی به هر حال اینام شاید روزهای دیگه‌ای در شرایط دیگه‌ای برای نسل جوان امروز توضیحاتی داشته باشه. من قبول حرف نزنم از که بیشتر از همه حرف دارم. آقای علامه‌زاده اجازه بدین من خودم یه سوالی بکنم که هم اون بار تو ذهنم میچرخید و هم الان دیدم. نقشی رو که اینجا شما خواستین روشن فکرها رو نشون بدین در تأثیری که اون موقع داشتن از وقایعی که اتفاق میافتاد، از کانون نویسندگان گفتین، از سخنگوی سازمان فدایان خلق گفتین، به نظرم میاد یک جوری بود که انگار همه اونا چشم و گوش بسته حمایت کردن از این جنایاتی که شد، بیشتر به ایدئالی که اونا داشتن یا رویایی که اونا داشتن، به چه خاطر انقلاب کردن و به چه عنوان حمایت میکردن از اون حرکت‌های ضد آمریکایی یا ضد امپریالیستی اشاره نکردین. این طور است؟ آره، نه نکته اینه که خب این مسائل یه بخش از این قضیه اینقدر توضیح داده شده، اینقدر روشنه و اینقدر
خودشون گفتن که واقعا توی فیلم جای این نیست. بعد هم باز دوباره هم حالت توجیه میاد. اعتراضی که نسل جوان به جامعه روشنفکری ایران داره این نیست که شما چرا مثلا در مورد آزادی حرف زدید، چرا شما مبارزه کردید با انحرافاتی تو جامعه بود، نه اینکه چطور یه همین چیزایی رو ندیدید، که این قسمتشه که مورد سواله. و یعنی خب میدونی این بحثا خیلی زیاده، ده ها کتاب نمیشه شده، بحث میشه همشه برنامه تلویزیونی رادیویی صبح شما هست، یه فیلم در یه ساعتی که شما میسازید واقعا نمیشه به همه این جنبه ها بپردازید. به ویژه این که مهم برای من این جنبه بود که کمتر بهش پرداخته شده و گفته میشه و به صراحت گفته میشه تو جمعه خصوصی خیلی حرفا زده میشه، ولی اینکه شما این رو بیای روی پرده بذاری بگی و تو جمع بگی. الان این جمع خب جمع وقتی این فیلم توی جمع فضای سیاسی گروه های سیاسی نشون داده میشه خیلی به هم میریزن، خیلی کنترلشون از دست میدن، یه عده میخوام بگم ما که این کار رو نکرده بودیم اون عده کرده، اون میخوام بگم کنه که منظورم اون مسئولیت جمعی رو فرار میکنه ازش. خب متاسفانه وضعیت چیز مناسبه، من کمتر با این جمع یک بار در یک نمایش دیدم چون بچه های سیاسی بودن و کدوم حساب کتاب های سیاسی خودشون داشتن، هنوز به نظر من جدا نشدن از این که ببینم خب عنوان یه انسان نسبت مردم جامعت چه چیزی داری، سیاسی هم شدی از این زاویه شدی، حالا یه ذره بیا بیرون دوباره نگاه کن. این خوشبختانه میگم نمایش متعددی که من داشتم برای همین فیلم این فضا نبود، ولی پیش میاد اینجور. خب من وارد این بحث به همین خاطر آگاه نشدم، چون این بحث من نیست، همیشه فرصت دارن همه اون توضیحاتم بدن. جالبی رو گفتین، نکته اینه که چرا نقض حقوق بشر نادیده گرفته شد از طرف روشن. ممنون آقای علامه‌زاده.